حالا شرایط علیاقا طبق روزهای قبل پایدار بودش، هوشیاری داشتم و میزان اکسیژن خونشون قابل قبول بودش. از بعد از ظهر دیروز یه مقدار اون واریانت اکسیژنیشون بالا پایین شد، اینکه اواخر شب تصمیم گرفتیم پزشکی چت تیوب رو انجام بدن و بعدش جواب نگرفتیم از اون، متاسفانه این تیوب شدن و به کما رفتن. حالا دیگه با سچوریشن و سطح اکسیژن خیلی خیلی پایین و ضربان قلب فوق العاده بالا که متاسفانه حالا طبق گفته دکترها امیدمون خیلی کمه برای باز کردن در علی عزیز. در شرایطی نیستم بخوام بیشتر توضیح بدم، ولی فقط از مردم میخوام همونطور که تقدیر هست، مطمئنم که معجزه هم هستش، خواهش میکنم ازشون، تمنا میکنم، تو رو خدا دعا کنم برای علی که این علی آقای ما رو به این جامعه مغموممون که غم مرداد رو داره همینطور به مادر عزیزش برگردونه. آیا اجدری خیلی متاثر شدیم از صحبت شما و امیدوار بودیم که خبر بهتری بشنویم. این که فرمودین به کما رفتن تحت نظر پزشکان اتفاق افتاد، یعنی خواسته بوده که حالا شرط پزشکی ایجاب کرده یا نه خود به خود این اتفاق رخ داده؟ نه متاسفانه به خاطر اینکه اکسیژنشون خیلی کم شد مجبور به اینتوبیشن کرد شدن و این اینتوبیشن دیگه حالا رویه خاص خودش رو داره. متاسفانه بعد از این تیوب باید میزان اکسیژن خون حداقل روی 90% باشه که مصدیق و در حال حاضر از شب که دارم تا الان چک میکنم در حال حاضر روی 30% هستش و ضربان قلبشون هم خیلی بالا. دکتر میگه با این ضربان قلب فکر میکنم قلب بیشتر از 2-3 ساعت دیگه بتونه دوام بیاره. ببخشید صدام لرزانه، نمیخوام اول صبح انرژی منفی بدم، فقط التماس دعا دارم از همه عزیزان، از همه که مردم آبی و قرمز، مردم پیر و جوان، عاجزان ازشون تمنا میکنم نه فقط برای من، جامعه یه مرموم ما مادرش ببخشد یه بارو انشالله. آیا اجدری خیلی ممنونیم از شما که با شرایطی که داشتید دعوت برنامه پارکشر رو پذیرفتید و اومدید روی خط و صحبت کردید. ما هم به اتفاق همه مردم ایران آرزوی سلامتی داریم برای علی انصاری عزیز و همه اون دسته از بیمارانی که الان دچار این ویروس منحوس هستند و انشالله که حال همه خوب باشه. خیلی ممنونیم از شما، متشکرم. خدا شفای عاجل به تمام بیماران بده. انشالله. خدا نگهدارتون. ممنونم. خدا نگهدار.